دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که اینجا توی این پادکست و توی این کانال در خدمتتونم. این قسمت 10 از سری پادکست های طوفان پادکسته. اگر ویدیوهای گذشته، پادکست های گذشته رو ندیدید، خوشحال میشم که اونها رو ببینید. میتونه بهتون کمک بکنه، میتونه حداقل کاری که انجام بدین اینه که 10 تا 15 دقیقه در طول شبانه روز یه کاری بکنه که یه مقدار آرامش داشته باشید، یه مقدار این شرایطی که ما هممون در طول شبانه روز داریم، خصوصا زندگی در ایران، تمام دغدغه‌ها، مشکلات و درگیری‌هایی که وجود داره، اینجا میتونه این کمک رو بکنه که حداقل برای 15 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه هم که شده، یه مقدار آرامش داشته باشیم. برای این تمرینات بهتر اینه که یک جا با آرامش بشینید یا دراز بکشید، چشماتون رو ببندید و سعی کنید این فضایی رو که اینجا میسازیمش، توی این پادکست بیانش میکنیم، این موقعیت رو تجسم کنید و همراه بشید و هر چقدر بیشتر این موقعیت رو تجسم کنید، باعث میشه که بیشتر کمک بکنه به این که تو بخش پرورش تخیل، همچنین تو بخش این که به اون آرامشه که میخواییم برسیم و خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. فقط کافیه که سعی کنیم که اون قوه تخیلمون رو تقویت کنیم. توی پادکست های کوتاهی هستش که ما با همین موضوع مدیتیشن و مراقبه داریم که اونجا معمولا دوستان سوال پرسیده بودن که کامنت گذاشته بودن و سوال پرسیده بودن که چرا کامل نیست، چرا کاملش نیست. اون پادکست های کوتاه یک دقیقه‌ای که به شکل حالا ریلز یا ویدیوهای شورت داخل یوتیوب یا اینستاگرام آپلود میشه، اونها فقط یک موقعیت کلیه که ما بقیه اون موقعیت رو باید خودتون تجسم کنید. مثلا اگر ما تو یکی از اون ویدیوهای کوتاه بیان میکنیم که داخل قطاری روی تخت قطار دراز کشیدی و قطار داره با سرعت جلو میره و اگر اینجا تموم میشه اون ویدیو، نیازی نداره که حتما من ادامهش رو بخوام بگم، چون هدف اون پادکست ها فرق داره. هدف اونها به شکلیه که کوتاه‌تره، همچنین به شکلیه که مابقی اون فضا رو، اون شرایط رو باید خودتون برای خودتون بسازید، خلقش کنید. درسته من فقط اشاره به کوپه یه قطار میکنم، ولی اینکه داخل اون کوپه چه خبره، هر کدوم از لوازم کجا قرار داره، چه فضایی داره، چه شکلیه، فضای بیرون که از پنجره قطار دیده میشه اونجا چه شکلیه، از کجا قطار داره رد میشه، تک تک این مسائل چیزهاییه که خودتون باید سعی کنید که اونها رو برای خودتون تجسم کنید. به این شکلی که باعث میشه که بیشتر و بیشتر پرورش تخیل انجام بشه، باعث میشه که هر روز یه مقدار بیشتر تخیلمون رو تقویتش کنیم. توی این سری از پادکست ها خب کاملتر، بیشتر و بهتر میریم جلو، به شکلی که سعی میکنیم که اون فضا رو با جزئیات بیشتر بسازیم، به شکلیه که شما همزمان با خود پادکست میتونید این تمرینات رو انجام بدید و میتونه بهتون کمک کنه. همونطور که یک جا نشستید یا دراز کشیدید، ترجیح بر اینه که دراز بکشید، ولی اگر شرایطشو ندارید یک جا بشینید، فقط در نظر داشته باشید که 10 تا 15 دقیقه توی اون موقعیتی که هستید باید بمونید و سعی کنید که توی این چند دقیقه نگذارید کسی مزاحمتون بشه، نگذارید کسی این فضایی که دارید برای خودتون میسازید و بشکنتش، خرابش بکنه براتون. دراز بکشید، چشماتون رو ببندید. چشم‌ها کاملا بسته است. چند تا نفس عمیق بکشید.
همینطور که دارید نفس عمیق میکشید سعی کنید تموم افکار بیرونی، دردها، دغدغه‌ها، مشکلات و مسائلی که باعث استرس و اضطراب ما میشه رو از خودمون دور کنیم. سعی کنید همه این افکار رو از خودتون دور کنید. همینطور نفس عمیق بکشید. نگذارید چیزی بخواد مزاحمتون بشه. برای 10 تا 15 دقیقه هم که شده تلاش کنید که چیزی نتونه مزاحمتون بشه، چیزی نتونه آزارتون بده. ما هم به اندازه کافی تو زندگی درد و رنج و مشکلات داریم که اینها جایی نمیرند و فرار نمی کنند. 10 دقیقه 15 دقیقه هم که شده نیاز داریم که به خودمون، به ذهنمون استراحت بدیم، یه مقدار انرژیمون رو دوباره برگردونیم، یه مقدار روحیه‌مون رو بهتر کنیم، یه مقدار ذهنمون رو خالی کنیم. همینطور نفس عمیق بکشید. یادتون باشه تا پایان پادکست چشماتون رو باز نمی کنید. چشماتون بسته است. همینطور دارید نفس عمیق میکشید. در پایان پادکست با توجه به شرایطی که این پادکست ها داره دیگه به شکلی نخواهد بود که جریان خداحافظی داشته باشم و چیزش باشم، چون اینها میتونه که فضامونو بشکنه، فضامونو میتونه خراب بکنه. فقط خاطرتون باشه پادکست وقتی تموم شد چند ثانیه پایانی هم با موسیقی همراه میشید و موسیقی خالی بدون صدای من، بدون این پادکست، و وقتی که پادکست تموم شد به آهستگی یواش یواش چشماتون رو باز میکنید. اصلا به شکلی نباشه که سریع فوری بخواید که فضا رو بشکنید یهو بلند شید. حتما این موضوع رو خاطرتون باشه. دوستانی هم بودن قبلتر هم پرسیده بودن که اگر ما در اواسط این پادکست ها خوابمون ببره چطور میشه؟ اینو خدمتتون عرض کنم که اتفاقا هم خیلی بهتره و چقدر خوب که اگر که شبها قبل از خواب این پادکست هامونو بشنوید میتونه بهتون خیلی کمک بکنه، میتونه خیلی خیلی جذابتر و بهتر براتون باشه. همینطور دارید نفس عمیق میکشید. در مقابل چشمانتون هیچ چیزی دیده نمیشه، همه جا رو تاریکی فرا گرفته. تاریکی، 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 همه چیز سیاه سیاه، سیاه سیاه، هیچ نور و رنگی دیده نمیشه، همه چیز به خودش رنگ سیاهی گرفته. همینطور که دراز کشیدید آروم آروم روحتون از بدنتون داره جدا میشه. خودتون رو از بیرون تصور کنید. تصور کنید داخل همون اتاقی که هستید با یه فاصله چند سانتی متری خودتون دارید به خودتون نگاه میکنید. آروم روحتون داره از بدنتون بلند میشه. الان روحتون به صورت نشسته توی اون نقطه‌ای که هستید هستش. خودتون دراز کشیدید، چشماتون رو بستید و آگاهانه میدونید که روحتون داره از بدنتون جدا میشه. آروم از جایی که هستید بلند میشید. برمیگردید، به خودتون نگاه میکنید. تک تک اجزا و فرمی که دارید و از بیرون دارید میبینید. به فاصله چند سانتی متری از جایی که دراز کشیدید ایستادید و دارید به خودتون در اون نقطه دراز کشیدید نگاه میکنید. خوب به خودتون خیره شید. تک تک اجزای خودتون رو ببینید. از سر تا نوک پای خودتون رو ببینید. اون جایی که دراز کشیدید رو ببینید. اطرافتون رو نگاه کنید. چند تا نفس عمیق بکشید.
همینطور دارید به خودتون نگاه میکنید. یواش یواش چند قدم به عقب برمیدارید. یواش یواش دارید از رخت خوابتون، از اون نقطه‌ای که داخلش دراز کشیدید فاصله میگیرید و یواش یواش دارید چند قدم به عقب برمیدارید. یه قدم، دو قدم، قدم سوم. فاصلتون با خودتون حدود 1 متری شده، شاید هم بیشتر، نمیدونم. از جایی که خودتون ایستادید دارید به خودتون نگاه میکنید. اون فاصله رو نگاه کنید، چقدر شده؟ 1 متره یا بیشتره؟ چقدر راحت و آروم دراز کشیدید؟ چقدر راحت و آروم دراز کشیدید و دلتون نمیخواد به هیچی فکر کنید؟ همینطور به خودتون خیره شدید، آروم دو قدمی به عقب برمیدارید، باز هم عقبتر، عقبتر. الان حدود 2 تا 3 متر از خودتون فاصله گرفتید. به این فاصله نگاه کنید، ببینید روحتون کجا ایستاده که داره به خودتون، به جسمتون، به کالبدتون نگاه میکنه. خوب نگاه کنید، به این فاصله نگاه کنید. 2 متر شده یا نشده؟ 3 متر شده؟ چقدر با خودتون فاصله دارید؟ سعی کنید این فاصله رو بیشترش کنید، بیشترش کنید. یواش یواش میخوایم برگردیم و اتاق رو ترک کنیم. یواش یواش میخوایم اون اتاقی که داخلش هستید و دراز کشیدید و ترک کنیم. برای آخرین بار به خودتون خوب نگاه کنید. از بالا تا پایین خودتون رو ببینید، فرمی که دراز کشیدید، شکلی که دراز کشیدید و شکلی که هستید. از بالای سر تا نوک پاتون قسمت به قسمت بدنتون رو ببینید. بر میگردید و اتاق رو ترک میکنید. وارد یه عمارت میشید، یه عمارت عجیب غریب. خوب به سقف عمارت نگاه کنید. همه جای سقف تیکه تیکه گچبری های عجیب غریبی داره، شبیه آثار باستانی میمونه که در گذشته وجود داشته. عجب عمارت عجیبیه. خوب نگاه کنید، همه جای سقف رو ببینید. قسمت به قسمتش نقاشی های سنتی وجود داره که خیلی سال از قدمت اونها میگذره. خوب به سقف نگاه کنید. چه نقاشی های فوق‌العاده‌ای، چه رنگ بندی های فوق‌العاده‌ای، چه طراحی هایی روی سقف انجام شده. واقعا چطور ممکنه، چطوری چندین و چند سال گذشته این سقف رو به این شکل طراحیش کردن؟ چطوری یه نقاش میتونه بره بالا و روی سقف نقاشی بکشه، روی سقف طراحی بکنه و طرح‌های فوق‌العاده‌ای که داریم میبینیمش؟ یه قسمت‌هایی گچکاری‌ها به سمتی رفته که سقفو دگرگون کرده. هیچ قسمتی از سقف نیستش که بگیم تخت صافه یا هیچ شکل و شمایلی روش نداره. همه قسمت‌ها دارای برجستگی و فرو رفتگی های فراوونه. چه گچکاری اینجا داره؟ نگاهتون از سقف آروم بیاریدش پایین. همینطور که نگاهتون رو به آهستگی دارید پایین میارید، چشمتون میفته به سالن بزرگ این عمارت. سالنی که با مبلمان عجیب غریب سلطنتی تزیین شده. انگار یه تخت پادشاهی، یه تخت پادشاهی بزرگ اون انتهاست. انتهای سالن خیلی با شما فاصله داره. میخوایم یواش یواش به سمتش بریم.
به آهستگی به سمتش حرکت میکنیم. دارم جلو میرم. همینطور که جلو میرم به سمت راستم نگاه میکنم، به سمت چپم نگاه میکنم. هر طرف پنجره های بزرگی وجود داره، پنجره هایی که به شکلی عجیب زیبا منبتکاری شده، به شکلی که با چوب و شیشه و رنگ های عجیب غریب ساخته شده. انگار این قصر یا این عمارت توی ارتفاعاته، انگار این قصر یک جایی تو ارتفاعاته. از بیرون خبر ندارم، فقط داخل این قصر رو دارم میبینم. صدایی از انسانها نمیاد، انگار اینجا تنهای تنهام. انگار بالاخره انسانها یه خورده تنهام گذاشتن تا خودم باشم و این عمارت زیبا. من همیشه تنهایی رو دوست دارم، من همیشه عاشق تنهاییم. تنهایی به من آرامش میده، تنهایی به من انرژی میده. من توی تنهایی خودمو بیشتر پیدا میکنم، به خودم بیشتر فکر میکنم، بیشتر کتاب میخونم، بیشتر تحقیق میکنم و هر روز سعی میکنم توی اوقاتی که تنهام خودمو تقویت کنم، آگاهیمو نسبت به دنیا همچنین جهان بینیمو هر روز تقویت میکنم و سعی میکنم آگاهیمو گسترش بدم. هر روز مقداری به آگاهی و سوادم اضافه میکنم. من خوب میدونم که آگاهی منجر به آزادی میشه. من خوب میدونم که آگاهی رمز موفقیت منه. آگاهی منجر میشه که من آزاد باشم. آگاهی منجر به این میشه که من از خرافات دور باشم. همینطور دارم جلوتر میرم. چرا به تخت پادشاهی نمیرسم؟ این چه تخت عجیبیه، چه تختیه، چقدر قشنگ تزیین شده. تیکه تیکهش رو نگاه میکنم، یواش یواش دارم بهش نزدیک میشم. همینطور دارم جلوتر میرم، یه مقدار سرعتم رو بیشتر میکنم. الان درست مقابل تخت ایستادم. چه تخت عجیبیه، با رنگ طلایی تزیین شده، انگار قسمت به قسمتش طلا به کار رفته. نمیدونم طلاه یا نه، ولی هرچی که هست انقدر حس خوبی داره و انقدر دوستش دارم که همینطور دارم بهش نگاه میکنم. انگار دلم نمیاد، دلم نمیخواد که روش بشینم یا روش دراز بکشم. دوست دارم دور تختم بگردم، دور این تخت بچرخم، نگاهش کنم، قسمت به قسمتشو ببینم و لذت ببرم. شروع میکنم گشتن دور تخت. همینطور دارم بهش نگاه میکنم و آروم شروع به چرخش میکنم. با فاصله چند متری از تخت یه پنجره بزرگ دیگه وجود داره. به سمت پنجره میرم، از پنجره به بیرون نگاه میکنم. تا چشم کار میکنه همه جا رو برف گرفته، همه جا سفید پوش شده. برف همه چیزو با خودش پوشونده. من تو ارتفاعاتم،
این امارت امارتیه که من تنهاییامو اینجا سپری میکنم، این امارت امارتیه که برای منه، من ازش لذت میبرم، دست هیچ بشری هم به من نمیرسه. وقتی که اینجا هم راحتم، حس تنهاییه حس لذت بخشیه که دارم، ازش لذت میبرم. همینطور دارم به بیرون نگاه میکنم، نمیدونم چقدر چه ارتفاعی با پایین فاصله دارم، فقط میدونم که من بالای بالام، شاید تو قله یک کوه باشم، شاید این عمارت رو توی قله یک کوه ساختم. همینطور نگاه میکنم، همه جا سفید پوشه، چه منظره ایه، من عاشق این منظرم، عاشق اینجا. بر میگردم، میخوام به سمت اتاقم برم. توی اتاق کار دارم، شروع میکنم مسیر رو برگشتم به سمت اتاق. دارم جلو میرم، همینطور دارم جلو میرم، از کنار تختم میگذرم، تختی که ولش نمی کنم، تختی که خیلی دوستش دارم. به سمت اتاق دارم حرکت میکنم، دلم میخواد از اتاقم کتاب مورد علاقم رو با خودم بیرون بیارم. یادم رفت کتابم رو بیارم، دلم میخواد رو تخت پادشاهیم بشینم و کتابم رو بخونم، گهگاهی نگاهی به بیرون داشته باشم، از همه چیز لذت ببرم. چه آرامشی وجود داره اینجا، آرامشی که من هیچ جا نمیتونم پیداش کنم، آرامشی که برای من هیچ جا انقدر زیبا و قشنگ نیست، آرامشی که اینجا دارم هیچ جا نمیتونه به من، آرامشی که اینجا دارم و هیچ جا ندارم. چقدر فوق‌العاده است، چقدر اینجا رو دوست دارم. دارم یواش یواش نزدیک اتاقم میشم، به اتاقم میرسم، در رو باز میکنم، خودم رو میبینم رو تخت که دراز کشیدم، به خودم یه نگاهی میندازم، به سمت کتابخونه میرم، کتابخونه اون گوشه سمت چپ اتاقه، به سمت کتابخونه میرم، از کتابخونم کتاب مورد علاقم و رمانی که عاشقشم رو بر میدارم. یه خورده خاک گرفته، انگار خیلی وقت سراغش نرفته بودم، برش میدارم و دوباره بر میگردم. یه نیم نگاهی به خودم میندازم که روی تخت افتادم، بر میگردم، به سمت در اتاق میرم، در اتاق رو باز میکنم، میام وسط سالن عمارت، در اتاق رو میبندم، شروع میکنم جلو رفتن به سمت تخت پادشاهیم. عجیبه که اینجا خیلی گرمه، با اینکه بیرون کولاکه و برفه، همه جا رو برف گرفته، ولی داخل این عمارت بسیار گرمه، به شدت گرممه، چه هواییه. دلم میخواد قبل از مطالعه برم سمت پنجره و پنجره رو باز کنم و یه خورده از اون کولاکی که اون بیرونه، یه خورده از اون بادی که اون بیرونه به صورت هم بخوره و داخل فضا رو پر کنه. پس به سمت پنجره میرم، دارم همینطوری جلو میرم. چقدر من عاشق اینجام، چقدر من اینجا رو دوست دارم، کاش همیشه اینجا زندگی میکردم. هرچند که شاید اگر همیشه اینجا بودم برام یه نواخت و عادی میشد، ولی گهگاهی که خودمو به این عمارت میرسونم خیلی ازش لذت میبرم. از این به بعد سعی میکنم زود به زود بیام اینجا، هرچند اومدن به این عمارت کار سختیه، ولی چقدر عمارت فوق‌العاده‌ایه که من دارم. روی نوک کوه، تو دل برف و کولاک، توی ارتفاعات و با همچین ساختمون و عمارتی که من دارم، چقدر زیبا اینجا رو ساختند. به پنجره میرسم، پنجره رو باز میکنم، یه باد خنک، یخ یخ به صورتم میخوره، دلم نمیخواد پنجره رو ببندم، همینطور پنجره رو باز باز میگذارم، به بیرون خیره شدم. چه هواییه، من عاشق زمستونم، من عاشق این هوام.